در همین رابطه همراه میشیم با کامبیز قفوری روزنامه نگار از فنلاند آیا قفوری در خود آمریکا هم واکنش ها متفاوت و متناقض نسبت به این در جبه دموکرات ها و جمهوری خواه ولی بیشتر جمهوری خواه اون رو یک بخشی از کمپین تبلیغاتی دموکرات ها میدونن نظر شما چیست در این رابطه؟ های بایدن که الان دولتش داره این توافق رو به نظر میاد که انجام میده معاون رئیس جمهور بود در زمانی که یک توافق مشابهی انجام شد <applause> آسفایی میکنم کیس جیسون رضایان رو خاطرمون هست جیسون رضایان همراه با سعید آبدینی همراه با امیر میرزایی حکمتی و یک فرد دیگر اینها رو دقیقا زمانی آزاد کردم و در ازاشون خاطرمون هست که یک مایز هفته میلیارد دلار پول رو به صورت نقد به جمهوری اسلامی دادن در آستانه اون توافق برجام بود توافق هسته ای بود جمهوری اسلامی دقیقا میدونه که باید چه کار بکنه مخصوصا با دموکرات ها زمانی که دولت دموکرات در واشنگتن در کاخ سفید بر سر کار هست معمولا چون این فشارهایی رو این دیپلماسی های گیری رو با اونها بهتر میتونه پیش ببره در سالهای اخیر تجربه نشون داده که وقتی دولت دموکرات هست در کاخ سفید اینجور توافق ها احتمال رسیدن بهشون بیشتره تا اینجای کار هم ما میتونیم بگیم که سیاست دیب یا دیپلماسی معروف گروگانگیری جمهوری اسلامی متاسفانه داره ثابت میکنه که یک بار دیگه جواب میده دولت هایی که معمولا جلوی این سیاست می ایستند به تنهایی ای نمیتونن کاری از پیش ببرند مگر اینکه یک همبستگی جهانی علیه این سیاست به وجود بیاد زمانی که ما میبینیم جداگونه مثلا بلژیک میاد برای آزادی شهروندش یک تروریست رو مبادله میکنه ایالات متحده ای آمریکا میاد و برای اینکه شهروندانش آزاد بشن یه یعنی میزانی پول رو آزاد میکنه و البته ما میتونیم پیش بینی بکنیم که احتمالا توافق بزرگتری هم ممکنه در راه باشه خب اگر شما به جای گروگانگیر بگذارید خودتون رو میگید هر وقتی که من این کار رو انجام دادم یک باج یک امتیاز گرفتم این باج ها میتونن صور مختلف داشته باشن یک زمانی نقدی هستن یک زمانی برای آزادی تروریست ها هستن یک زمانی هم اهرم فشار هستن برای توافق باید ببینیم در روزهای آتی چه اتفاقی میفته و بیشتر معلوم میشه که چه امتیازاتی دولت آی بایدن داده به جمهوری اسلامی برای اینکه چون این توافقی سر بگیره و اینکه در صحنه داخلی یا سیاست داخلی آمریکا طبیعتا جمهوری خواه ها به این توافق انتقاد میکنن چیز طبیعی است به خاطر اینکه بازگرداندن این پنج شهروند آمریکایی میتونه یک برگه تبلیغاتی خوب برای دولت بایدن هم باشه همچنین میتونه همیشه در وقتی که رقابت های پیشا ها انتخاباتی شروع میشه میگن میگویند که ما آمریکایی ها رو به خانه بازگرداندیم از این نظر طبیعی است که جمهوری خواه هم انتقاد داشته باشن به چنین توافق ممنونم از شما کامیز قفوری نگار